آبی های انگلستان، مستر لیگ مهدی، نجات چلسی. سلام و درود خدا بر شما باد. خوش آمدید به یک نجات دیگر. در این نجات مهدی خان اومده چلسی رو نجات بده، هم مانند لیورپول، اما چلسی وضعیت بدتری دارد. به چه دلیل؟ چلسی هم اکنون که دارم من این ویدیو رو میگیرم دهم جدول، حتی زیر لیورپول که لیورپول نهم جدول، چلسی دهمه. چلسی چندین سال که قهرمان نشده، چندین سال دیگه چمپیونز لیگ نبرده، خیلی ساله. به اضافه اینکه چلسی انقدر وضعیتش داغونه، از فولام باخته، از منچستر سیتی باخته 4-0، با ناتینگهام مساوی کرده، از استون ویلا باخته، از نیوکاسل باخته، از آرسنال باخته، از برایتون 4 تا خورده. مهدی خان اومده سرمربی این تیم رو گرفته. بریم ببینیم که مهدی خان چه خواهد کرد. لفظا فراموش نشه. بعد مهدی خان وارد می شود با شکمی همچون دبه و هندوانه، وارد می شود در رخکن هم میخواد بره بعد وارد باشگاه شده. کجل خانم هم همه جا حضور داره ایشون. بله بازیکن چلسی جونجونیو دست میده تییاگو سیلوا. بم بم تو خودت جا هستی، من شما رو نمیخرم دیگه، شما هم که هستی اصلا سرقفلی دبه دست خودتونه. ببین تییاگو سیلوا سه تا باشگاه، دو تا باشگاه باش تمرین کردن بوده کنال، این شون هم خیلی خوبه کانته. شما هستی داخل، خیالت راحت باشه، اصلا شما دشواری چون نداریم، شما داخل هستی، فقط گوشی رو بذار کنار، تبلیغ نشه. ببین کسایی که نیومدن من ودن میدونم باشونا، میتینگ روم حالا بعدا صحبتش بکنیم راجع بهش. بعد مدی خان داره یه سری صحبت ها میکنه و چرا داره میگه فقط واسه اینکه مثلا یه پول گرفتی حرف زده باشه. اهداف فصل، تعیین اهداف. خب بذار ببینم چی میگه. این دفعه میخوام یه چیز دیگه بگم. مدی خان من میخوام در مورد هدف اصلی تیم در این فصل صحبت کنم. بفرمایید. من به عنوان مدیر ورزشی فکر میکنم هدف ما امسال این باشه قهرمان بشیم. همیشه این ذره میزنیم و من میدونم جواب چی بدم. خب باشه، نظر من چیه؟ این دفعه میخوام یه چیز دیگه بگم. با اون قیافت چطور ما بریم برای قهرمانی تو لیگ؟ خفش خیلی پررویی تو، چون من لیگ قهرمانان اون موقع گرفتم عادت داشتی برم میزدی میگفتی پول کمتر نمیدونم بگیر. ببین نه من موافقمو میزنم، نه رسیدم لیگ قهرمانان، همین که نیمه میخوام، نه من که قهرمان میکنم تیمو، ولی میخوام روی اینو بخوابم، میگم که نیمه بالای لیگ قرار بگیریم بستونه. همینو بگو بهش، توقع زیاد نداشته باشه. من میخوام ما در بالای خب به طور خاص جایگاه 8 یا بالاتر کار خود به پایین برسونیم. برای دستیابی به این هدف باید تلاش خود رو تقویت تیم در این فصل. ببین یعنی از همین اول کار گفت باید پول بدی، اخ کنده داشت. به نظر میرسه یه هدف نسبتا عادی باشه، اما فکر میکنم شما دلایل خودتون رو دارین. خفش پسر سوخته. دیدار با مطبوعات، ملک با کت و شلوار دکمه داره میتره که دکمه باز کن دیگه، حالا میشینی چی گفتی شما؟ آیا حضور شما در این باشگاه نقطه عطف ببین نقطه بعدیسه؟ نه این موضوع که این لحظه، نه این یه شروع تازه است. چی میگی؟ تاکید کنم که چقدر ممنونم که به این امکانات من از اعتمادی که بهمون شده تشکر میکنم، اگرچه مطمئن نن حس میکنم که در حال حاضر در قله دنیا هستم، اما خوشم نمیاد از الفاظی مثل لحظه تاجگذاری استفاده کنم. یه سال به من فرصت بدین تا به دست آوردن قهرمانی خود را ثابت کنم، اون وقت خوشحال میشم که بر تخت سلطنت بنشینم. بس نه تمام شما سبک فوتبال ما چیه؟ من میخوام یه فوتبال پاک، نه یه نمایش خوبم، نه بچه ها مثل سگ کار کنن. اینو بگو، شدت کار برای من مهمه، چه تو حمله چه تو دفاع، باید قلب و روح خود رو وارد بازیکن دقت و تکنیک جای خودشون داره. اما خیلی مهمه که یادتون باشه فوتبال یه ورزش درگیرانه است، یه اینگ جنگ خارج از خونه و جایی برای بازیکنان که آماده نیستن، قلبشون در بازی نیست و از مرحله پرتن وجود نداره. دیدی نکن مربی خلکان اصلا مهدی تو چلسی قشنه. خب ترکیب تیم، اوبامیان که هست، استرلینگ هست، میسون مام تو، جورجینیو و امسال هم من ببینم کیا رو میخوام. اولا که ترکیب قشنگ ریدمانه، شما بیان یه دو تا عقب بازی کنین، یه دی ام اف اینجا بچپان، و اینکه شما الان من یه کاری میکنم، یه حرکت میزدم کاپیتان شما بیا روین. نشد. الان شما چه خبره این همه مثلا یارو گذاشتی؟ شما برو جلو، شما هم یه برو. ای ام اف اینجوری میخوای بازی کنی؟ من نمیدونم، من فقط دارم یه کاری میکنم که ما بتونیم بهتر بازی بکنیم. اینا سرعتاشون خیلی خوبه ها، فینیشینگاشون هم بد نیست، ولی من یه دونه فوروارد سرزن میخوام. کولیبالی بیا تو، و اگر کاپیتان کولیبالی باشه تغییری نمیکنه. او اوبامیان کاپیتان باشه میشه 95، کاپیتان شو 8 زدم. ببخشید ما به شما میگیدم بیادرام کردیم، یه دفاع راست یه فوروارد کار تمام است. آقا بودجه رو من حواسم نبود، گذاشتمش روی زیاد، ولی من 200 تا از این بیشتر استفاده نمی کنم، از اونم 30 تا بیشتر استفاده نمی کنم. نگران نباش، کلا دو تا بازیکن بیشتر نمیگیرم. ایشون خوبه، چقدر میگیری داداشم؟ زیاد میگیری، ولی گفتم چون تا 200 تا میتونم بگیرم، 85 تا بهش بده حقوق سالیانه، ولی اشکان هر بیشتر بهش بده فقط چون میخوامش. ایشونو بگیر، یه دونه دفاع راست یه دونه فوروارد کافیه. این خدا وکیلی مهاجما همه سنشون بالاست، به نظر من بیا سونو پیشنهاد بدیم، از همشون بهتر همینه. اس اس سی اف وای سایل اس موثر این اگه بگیرمش، ای رو به افتم اصلا اشکال نداره، ولی بعد نیست. حالا 30 سال شده یه کارش میکنم. من چقدر میگیری سون؟ 899 تا بعد میتونم پیشنهاد بدم، کلا دو تا بازیکن بیشتر نمیگیرم، میخوام سبکمو تغییر بدم. 18 میلیون 19 میلیون بگو بهش بیاد، حالا دو ساله مثلا به من باش.
ان شاءالله که بیان دیگه. دیبالا رو بگی به جای استرلینگ بازی بدیم، این قیمتش هم خوبه، تا 50 تا بهش بده دیگه. اگه اون قبول نکرد اینو بگیریم، اگه دوستاشون قبول کردن که حالا اگه بودجهشو داشتیم میگیریم، بودجهش نداشتیم نمیگیریم. ای برام پدرتون، هر ستا رد کردن، باز دوباره شروع شد مسخره بازی. فینیشینگش 94 واسسیم خیلی موثر. هر کی اینو بگیر. چیکار کنم داش نمیان، ندیدی نمیان، داری میگی خب نمیاد دیگه، تقصیر منم اگه من خودم میخوام بازیکن جواب میگیرم نمیاد. همینو بگو درخواست تو به شورنته، مارکوس شورنته 50000 تا میتونم بهت بدم، اینورم زیاد بهت میدم، فقط بیا خواهش میکنم ازت. هر کی ناموفق بود، خب یورنته گفته میام، یورنته گفته چقدر، همون قبول کرده یورنته. اوکی یورنته رو بگی قبول کنه بیاد. مهاجم میخوام، مهاجم مارکوس یورنته، خوش اومدی داشتم به تیم. مشکل، خوش اومدی به تیم، امیدوارم که از این تیم لذت ببری و اینکه خوب دفاع بکنی. دفاع کردن و سانتر کشی خیلی خوبه، ایشون هم دفاعش خوبه، هم سرعتش خوبه، هم چندی تا پست بازی میکنه و این خیلی واسه ما خوبه. یه ذره بیشتر پول میدی اما همه پست بازیکن داری. من نمیدونم، من هر کی اینو بعد بگیرم، من هیچ ربطی نداره، من هر کی اینو میخوام. هر کی 118 به خدا بیشتر نمیدم بهت. ببین اگه نعیمت دیبالا هم یه درخواستی که بهش بده، بیشتر بهش پول بده دیگه، پر کن واسش. یه پر کردم دیبالا واسات، بیا جان جدت. دیبالا میاد، هر کی نیومد، عجب آدمی. دیبالا گفته به من 68 تا 67 بده با 17 میلیون باش میاش کن نداره دیگه، بازیکن نمیگیرم، همین دو تا رو گرفتم تموم شد رفت. برین سراغ ادامه. بله بشین بشین، بفرمایید بشین. خوش اومدی، مبارکت باشه. قرار تو بندگی بیشترین پولی که داشتم دیگه دادم به دیبالا. دیبالا به جای زیاش بیاد تو ترکیب شد. این اوورال تیم 98. بله مدی خان افتتاح لیگ قسمت اول. بله ببینیم که مدی خان چه میگوید. قربونت کرواتت برم، کرواس ایرانی قشنگ. سال اول شما به عنوان سرمربیگری در این باشگاه در آسانی آغاز فکر میکنید در بازی میگه مارکوس ایرانی تر راه میدی یا نه داداش؟ ببین اصلا به شما ربطی نداره، ولی شک دارم که از اون استفاده بکنم. گفت هنوز تصمیم نگرفت. اول مسابقه در هر فصل همیشه مهمه، اما ترجیح میدم خیلی درگیر لیست بازیکن خودم نشم. هر بازیکنی در ترکیب فرصت یه شروع رو داره. بله پریمیر لیگ شروع شد. اولین بازی داریم با ناتینگهام که اینا خودشون مسابقه کرده بودن توی این فصل. ببینم که من میتونم ببرمشون یا نمیتونم ببرمشون. بریم سراغ بازی. ناتینگهام حضور پیدا میکنه در رختکن. خیلی خوب. میگه ناتینگهام سر حریف سرسختی، اما این دلیل بر ترسی نداشتشون نیست. طرفداران امروز همه تلاششون رو میکنن، بنابراین بیایید کارمون رو درست انجام بدیم. این اولین باره که در این فصل مقابل هواداران خودی حاضر میشیم، پس هر کاری میکنید بکنید تو کلاسیمونا باشید و یادتون باشه اونا رو با ریتم بازی هماهنگ کنید. اوورال تیم 98 اونا دو تا دی ام اف دارن از گوشه میریم. دو تا دی ام اف از گوشه. اگر دو تا دی ام اف دارن از گوشه، همین الان ترکیب بچین از گوشه. یک جای اومدیم بیا و علف هیچ کسی نیست. مثلا لندن اینجا. اینجا کدوم ورزشگاه ما اومدیم هیچی نداره. باز شروع میشه در ورزشگاه خودمی بازی رو شروع خواهیم کرد. چقدرم بعد اونجا سایه اصلا من هیچی نمیبینم از اون گوشه بخوام اتک بزنم. برو بریم پرو نگه میداریم ریس جیم از همونجا سانتر و ضربه سری که اومنگ نمیزنه تو برگشت. حالا وقت شوت تو دو روزه ناتخان جوری ترکیب و چیزی که زیرتی گوده بزنی تمام شد رفت. این بازیکن میتونه اصلا چیکار بکنه؟ خب فقط دو تا باشگاه سرمربیگری کرده، دو تا باشگاه، این سوم میشه، میتونه چیکار بکنه؟ ناتخان تقی داد تو گل دقیقه سوم سوپر استار. اینو میکنی تو شارژ، این شارژ تموم میشه. ای خدا بیا برو تو شارژ، گرفتار شو این دست شما، شارژم نمیتونی نگهداری. وسط میرسونی، تنظیمات دورمی فیکس میشود. سمت چپ آقای فری کویبالی رو رد کرد به وسط تر. وای گلی کرکرد زیبا انجام میده، سرتوپ عالی، سانتر و حالا استرلینگ. میس جیمز پاس میده، حرکت میکنه، میره با سانت کردن و سانتوشو انجام میده رو سر اوبامیانگ. استرلینگ به دیبالا، خود دیبالا، ای خدا بگم چیکار نکند. حرکت زیبای دیبالا، کاتزار. بله معزی خانم مشاهده میکنید در لیگ برتر پریمیر لیگ رو خریدن یک دو تا بازیکن گرفتم، یکی تو قرض فقط. تمام نیمه اول دو برای شما خان برگشت. میسوما توپو نگه داشته، باید از گوشه ها نفوذ بکنیم. بله نه از گوشه ها نفوذ نمی کنیم، ما این کلک بود. حالا اوبامیانگ یک کلک زیبا، شوت بعدی واسه اوبامیانگ. اوبامیانگ تیر دو، میسوما یه به درد بخور تو اینجا. سانت میسون ماونت، حالا نگاه کن همچین دورخیز کرد، من گفتم میخواد کجا بندازه توپو. این مرد در مسابقه اول مطبوعاتی رو که تیم درومان رو روی مسابقه سر از اون مرد بیاید این روند رو از دست ندیم و بعدی رو ببریم. این هدف ما فعلا ولش نمی کنیم.
یه دونه بازی بردیم اینجوری خرزوق شدی. اول کنفرانس ما باید مذاکره کرده بودم، میگفتم همه رو میبریم، الان اینجا ذوق نمیکردی. بله چمپیونز لیگ شروع شد. بله او من گفت رو گذاشته کنار خودش پرشادش گذاشته مدی خان و میانگو و کاپیتانشم کرده خوشش اومد ازش. اعتقاد همه اینه که شما به راحتی از مرحله گروهی صعود خواهید، اما نسبت به چمپیونز خودتون چه احساسی دارید؟ آیا به راحتی از گروه صعود میکنید؟ ما میتونیم از گروه صعود کنیم، اوضاع داره به هم میریزه. صعود از گروه امتیاز. ببین من میگم بگو اوضاع داره به هم میریزه چون نگفتم تا حالا، میخوام ببینم چی میگه. نظر من اینه که اگر فکر کنید صعود در این شرایط آسونه، شما توی سیاره دیگه هه یه لحظه میتونه از تعریف بردارید، بدترین اتفاقات میفته. نه من فکر میکنم این گروه پیچیده است. من الان صحبتم این است که ما کلا با کیا هم گروه شدیم؟ با بارسلونا و تیم آنتروپ و المپیک مارسی که بارسلونا سخت. امروز باید داریم ساعت 9 شب در ورزشگاه اسما. بذار ببینم اصلا ترکیب حریف چطوری هست. خب تک فوروارد داره بازی میکنه، دو تا دی ام اف داره و سه تا دفاع. بریم ببینم که چیکار میکنین تو این بازی. 4 تا میبره. تازه وارد دیبالا انتظارات رو بالا برده. از زمان انتقالش به چلسی این بازیکن دیبالا بسیار بسیار بیشتر از پولی که بابتش خرج شده ارزشمند نشون داده. بازی فوق العاده او در این باشگاه در حال حاضر تیتر شبکه های اجتماعی شده. ما تا هم باز داریم در ورزشگاه خودمون ساعت 2 بعد از ظهر کی بازی میذاره، همین میخوام بخوابم. کرکی نیومدی، سون نیومدی تیم من، باش دارم واسه تو. بابا این چرا خوب بعد ورزشگاه خانگی ما باشه؟ الان خوبه، الان خوبه وضعیت. برو بریم. بده الان بلند کشید رو سر این جو حضرت عباس. بگی توپو ازش. وای رفت سون الان پدرمون در میاد. وای کلوسفسکیو نگاه کن تو رو خدا. میسون ماونت اگر برسه، میسون ماونت که رسیدشو اونجا موفری باید حرکت بکنه پشتش. پاس موفری، سانتر و حالا اونجا تموم شد. بیا سفسه. امروز بازی داریم با برایتون ساعت 7 شب در ورزشگاه خودمون. نگاه کن تو رو خود ورزشگاه نکن، حتی میترسه. بازیش رو میشه با من بازی شروع میکنه. همین الان کشیدم رو به جلو. چیلور پاس شد، خود چیلور میبینه میسون ماونت. سانتر چیلور به آفرین دیبالا رو آوردم فوروارد گذاشتم به جای سرلینگ. بده و... میانگ بزن و میانگ وامیانگ بزن بزار باز از همینجا میخوام سان بکشم. آن برو بزن. حال کردی؟ فکر کردی مثلا همینجا سان بکشم گل نمیشه؟ نه مهدی خان کم سست کم گرفتیش. بابرس خودت به داخل. تیر یک دو برش نمیگم. بل هر تیمی که اینا داشتن بهشون اینا بهشون باختن، به رایتون، ناتینگهام، فولام، همشون داریم میبریم. دقت کن به دیبالا. دیبالا یک پاس عالی. هاورتز تک به تک گل. حکیم زیاش پاس عالی رو میندازه برای هاورتز. پاس به بس. سه بر هیچ. قدرت مدیخان رو مشاهده کرد. صدر جدول این فعلا. بارسا با بارسا بازی داریم، با بارسلونا بازی داریم ساعت 9 شب در ورزشگاه نیو کمپ. رد میکنم ببینم کی میبرن خودشون یا نه. یک هیچ برد بارسا. منچستر یونایتد هفتم جدول، یک مسابقه سخت برای چلسی. مدی خان در پاسخ به سوالی پیرامون مسابقه آینده مقابل منچستر یونایتد با خون سردی گفت ما در هر مسابقه همه تلاشمون رو میکنیم، مهم نیست که کی جلومونه. میخواد منچستر یونایتد باشه یا تیم دیگه. قشنگ ایرانی بازی. ساعت 1 بعد از ظهر در باشگاه اولد ترافورد بازی داریم، منچستر یونایتد چلسی. یا علی در کهکشان ها قرار بازی کنیم در اولد ترافورد. ببینیم چی میشه دیگه، کهکشانیه دیگه. بله بازی شروع میشه در یک هوای برفی مهدار. چرا همه موهاشون رو رنگ میکنن؟ خدای کاسمی رو پیر نمیشه، همش داره خوب بازی میکنه. جدیدن تازه بیشتر هم داره گل میزن. DMF بهتر از کاسمی رو من سراغ ندارم. کانته هم خوبه ها، ولی به کاسمی رو نمیرسه. ای بچه جان چیکار داری میکنی؟ جورجینیوه. خب یه دست توپو نگردار، دوباره بده خودش، همونو ساند کن. میمردی یه لحظه دیرتر توپو بزنی. بزن تیر دو. زیاش یک دبل تاچ، خود زیاش خاک تو سرت. اینقدر شلوغ بیصاحب من نمیدونم چیکار بکنم. در سکا گل بخوریم. گن زدیم. چندمیم؟
تحویل. چرخه چی ترکیب قسمت 3 چه زری میزنه؟ ما روسای سختی رو در پیش رو داریم. من فکر میکنم که باید به آرماند و بروجا کمی فرصت بازی بدیم. ممکن حق با تو باشه بدون جواب ما از این فرصت بهره مند بشن. باانت رو بازی داریم، بازی رو رد بکن ببینم چیکار میکنن. پس چرا ست خوردین؟ مشکل دفاع داریم. ساعت 1 بعد از ظهر در ورزشگاه روز پارک استاد، کلا ورزشگاه روز پارک فقط واسه شما دیگه، بقیه تیم‌ها روز پارک بازی میکنن. بریم بازی کنیم ان شاء الله و تعالی که میبریم. من نمیدونم داور لباس دیگه ای نداره بپوشه، هی آبی داره میپوشه. سان نکنه کوتینیو. کوتینیو که پاراستیه میدونم داداش، میدونم. اسکریای تک سر و عمران پاس خودو دادشو حرکت میکنه در عمق، میره واسه تک به تک شدن. بزن خودت دقیقه 6 استرلینگ به دیبالا، دیبالا حرکتشو انجام داده و نمیذاره شوتشو، دوباره برمیگرده بابا میان که بابا کوواچیشو نگاه داره درو میکنه. یا اول پس یا خود خدا پاس عالی اومیان، توپ گرفت و پاس به دیبالا، دیبالا از همونجا کاتدار توپ در رو میاد به کوواچیچ، حرکت کن کوواچیچ، بده پاسو بهش، شوت. آها حالا سانت زیبا، حالا سانت زیبا، حالا هد. از اینجا که گل نمیشه، حالا ما یک شانسی امتحان میکنیم. ای گل نمیشه. وسط تر اوبامیانگ پاس خودش داد، حرکت اوبامیانگ میتونه بزنه گلشو. نه 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 به اون نده، به هاورتس نده، فقط الان بده بش، الان دوباره دو ماونت، خود ماونت شوتو بزن. ما بردیم. شوتو بزن، شوتو بزن، شوتو بزن. سومیم چرا باز دوباره ما؟ لیورپول چلسی. آیا تیمی با این شرایط متوقف شدنیه؟ امروز چلسی با لیورپول مواجه میشه، تیمی که 7 برد پیاپی متوالی داشته. به نظر میرسه که اونا برای رسیدن به هر گونه موفقیت با اوه این مهاجمشون رو میگه باید بگیریم. ساعت 1 بعد از ظهر تو ورزشگاه ما بازی داریم. خیلی خوب، الان زمانشه که من اون بازیکنایی که میخوام بیارم تو. دیبالا رو بیار اینجا، استرلینگو. آها اینجوری میخوام بازی کنم. برو بریم لیورپول صدر، ما دومه ببریمشون، رفتیم صدر. سو هوا رو نگاه کن، ما اینجوری میتونیم، مگه میتونیم زمین رو ببریم؟ بله بالاخره از اون کبیر بودن در اومدش اطراف ورزشگاه ما، بخاطر اینکه در اخر دوم شدیم. ما بریم تو بازی، همین الان تیمو بکش بالا، برو بریم. اخ روبرتو فرمینو داره میره. می وای شانس آوردی. اخ کشیدیم بر. من بازه چی نباید به این آخه گول بزنم بابا، اینا رو باید ببریم ما. بزن هدا، بزن خواهش میکنم بابا. تو میان قد 2 متر داری هد نمیزنی، پاد دار بزن بره تو گل. همینو میخوام، همینو میخوام ازت آقای حکیم زیاش، همینو میخوام. بازیکن طلایی به این میگه. نگردار، نگردار، حالا بکش زیرش. جدرت دست مهدی خان است. و حالا صدر جدول. آقا میگن چی گفته؟ گفته که من واقعا میخوام از این شور تیم نهایت استفاده رو کنم. بهترین اتفاق هنوز تو راه. افسر سه برادر در ورزشگاه خودمون مدیر ما منچستر سیتی که 36 امتیاز است و ما 43 امتیازی هستیم. آقای مهدی خان ببینیم که چیکار میتونه بکنه در مقابل تیم گواردیولای کبیر. اگر من دارم یواش حرف میزنم بخاطر اینکه ساعت از 12 گذشته. میخوای به نظرم بقیهشو بعدن ادامه بدیم ها؟ این بازی رو بازی کنیم بقیهش بعدن ادامه بدیم. بازی شروع میشه، اوبامیانگ بازی شروع کرده. ما اگر این بازی رو ببازیم قطعا لیورپول خواهد برد. ای 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 جو ابد شانس میاره مهدی خان و گل نمیخوره. آفرین بریم، بده بهش بره. اوبامیانگ برو آفساید نیست، آفساید نیست، برو 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 بزن. یارو رفت، اما من اگه به حالا میرسم آخه. شانس رو بودیم لاهن، شانس رو بود. واسه حالی زیاش خالیه اونجا، میتونه گلش. خدا میازم ات فیرون دیگه اینجوری بازی بکنی. بودو بودو ببینم نزشت شانگش. رفت رفت انا سانتو میکنه با خاک یکسان میشه. شانس بیاریم لیورپول مساوی بکنه، وگرنه با تفاضل گل مجبوریم که اصلا یا اول بایستیم یا حالا بریم چه خواهد شد. متاسفانه مساوی کردیم، متاسفانه مهدی خراب کرد و لیورپول هم بردش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست دارید پارت بعدیش رو بسازیم حتما لایک و سابسکرایب بشید. این فرم پیچیده که باعث انرژی شبتون نیمه دوم شروع شد. داور داره چنان سوت میزنه انگار سوابقش رو از من طلبکاره.
سرشونه ها داره میتره که اصلا سرشونه های مهدی رو با اومیان مقایسه کن کن عرض سرشونه رو نکن یک دماغ بیست ها به من میخاره.